فصل 51. یک شب با یک مرد شکست خورده. بر اثر ادامه جنگ سراسر سوریه مبدل به قتلگاه پر از لاشه های دفن نشده گردید و در آن صورت نمی باید از بروز مرض طاعون حیرت کرد. آن طاعون طوری کشتار کرد که بعضی از ملل سوریه به کلی از بین رفتن، به طوری که حتی زبان آنها فراموش شد و امروز کسی نمی داند زبان ملل مزبور چه بوده است. طوری این مرض سربازها را در جبهه مصر و جبهه پادشاه سوریه و حاتی به خاک هلاکت افکند که اعمال جنگی متوقف شد و سربازها از جلگه ها به طرف مناطق کوهستانی گریختند که از طاعون در امان باشند. مرض طاعون مانند آتون خدای سابق مصر قائل به مساوات بود، چون بین فقیر و غنی و مرد و زن و جوان و پیر و زشت و زیبا فرق نمی گذاشت و همه را از پادر می آورد و یک شریف زاده را مانند یک گدا نابود می کرد. هیچ یک از داروهای معمولی جلوی سیر مرض را نمی گرفت و طوری بیماری طاعون جنبه حاد داشت که طاعون زدگان دامان جامه را بر سر می کشیدن و روی زمین پاها را دراز می کردن و بعد از 3 روز می مردند. بعضی هم معالجه می شدن و دمل بزرگ زیر کتف یا کنار ران آنها سر می گشود و جراحت دمل طاعون از آنجا خارج می شد، ولی تا زنده بودن اثر آن زخم در آن موضع از بین نمی رفت و نشان می داد که آنها دچار چه خطر بزرگ شده اند. من در آن بلای حائل متوجه شدم که مرض طاعون مانند مردی است که هر لحظه یک هوس می کند، چون بعضی از اشخاص را که باید به قتل برساند از مرگ معاف می کرد. مثلا آنهایی که قوی و سالم بودند بیشتر از کسانی که لاغر و نزار به شمار می آمدند از آن مرض می مردند، و وقتی یک مرد لاغر و کمخون مبتلا به طاعون می شد خیلی احتمال داشت که معالجه شود و زنده بماند. به همین جهت هنگامی که من بیماری طاعونی را معالجه می نمودم چند مرتبه آن را فست می کردم تا اینکه خون بدنشان رو به تقلیل بگذارد و آنها ضعیف شوند، و به آنها می گفتم که مدت چند روز غذا نخورند. با اینکه یک عده از اشخاص با فست‌های پیاپی و خودداری از خوردن غذا از طاعون معالجه شدند، من نمی‌توانم بگویم که آیا معالجه من سبب مداوای آنها شد یا نه، زیرا عده دیگر به همان ترتیب از طرف من تحت معالجه قرار گرفته بودند و می‌مردند. با اینکه من امیدوار نبودم که معالجه‌ام در مورد بیماران طاعون زده مؤثر واقع گردد، باز آنها را مداوا می کردم، زیرا طبیب حتی هنگامی که بداند بیماری به طور حد فوت خواهد کرد نباید از معالجه وی خودداری نماید، چه در آن صورت بیمار از ناامیدی خواهد مرد، و در همه حال پزشک باید اینطور جلوه بدهد که میتواند مریض را معالجه نماید. کشتی هایی که بین سوریه و مصر حرکت می کردن مرض طاعون را به مصر منتقل نمودند، ولی این مرض در مصر تلفات زیاد وارد نیاورد و شماره مبتلایانی که معالجه می شدن بیش از طاعون زدگانی بود که می مردند. و وقتی فصل پاییز فرا رسید و نیل طغیان کرد، مرض طاعون در مصر از بین رفت.
با فرارسیدن فصل زمستان در سوریه هم تا اون ناپدید شد و آن وقت خرم‌حب توان سربازان خود را که در مناطق کوهستانی متفرق شده بودند جمع آوری نماید. در بهار خرم‌حب با سربازان خود وارد دشت مجیدو گردید و در یک جنگ بزرگ در آن دشت طوری قوای حاتی را شکست داد که آنها درخواست صلح نمودند، زیرا متوجه شدند که اگر با خرم‌حب صلح نکنند مورد حمله پادشاه بابل قرار خواهند گرفت. بورا بوریاش که در دوره آخناتون فرعون مصر با حکومت مصر متحد شده بود، وقتی شنید خرم‌حب در دشت مجیدو قوای حاتی را شکست داد، تصمیم گرفت که به کشور میتانی حمله ور گردد و آن کشور را از حاتی بگیرد و همین کار را انجام داد و کشور مزبور را اشغال نمود و قوای حاتی از آن کشور گریختند و مراتع واقع در سرچشمه های دوشت بزرگ که در بابل جاری است به دست پادشاه بابل افتاد. افسران حاتی وقتی در سوریه شکست خوردن متوجه شدند که سوریه طوری ویران شده که دیگر آنها از آن استفاده نخواهند کرد و نخواستند که بازمانده عرابه جنگی خود را که میباید به ضد پادشاه بابل به کار اندازند در سوریه از دست بدهند. خرم‌حب از پیشنهاد صلح حاتی خوشبخت گردید، زیرا جنگ 3 ساله سوریه خیلی به مصر لطمه زد و خرم‌حب می‌خواست که جنگ را خاتمه دهد تا اینکه بتواند سوریه را آباد نماید. ولی یکی از شروط صلح را این قرار داد که قوای حاتی شهر مجیدو پای تخت آزیرو پادشاه سوریه را با خود آن پادشاه و زن و فرزندش به او تسلیم نمایند، زیرا آزیرو پادشاه کشور آمارو بعد از اینکه بر سوریه مسلط شد پای تخت خود را تغییر داد و مجیدو را پای تخت خیش نمود. قوای حاتی هم در شهر مجیدو به کاخ آزیرو حمله ور شدند و او و فرزند و زنش را دستگیر نمودند و در حالی که به وسیله زنجیر آنها را بسته بودند همه را تحویل خرم‌حب دادند. بعد از اینکه قشون حاتی پادشاه سوریه زن و فرزندان او را به خرم‌حب تسلیم نمودند، چون می‌دانستند که باید از مجیدو پای تخت سوریه بروند، هرچه گوسفند و گاو یافتند از سوریه خارج کردند و به کشور حاتی فرستادند. خرم‌حب بعد از اینکه آزیرو و زن و فرزندان او را حبس نمود، دستور داد نفیرها را به صدا درآورند تا اینکه همه بدانند که جنگ به اتمام رسیده و بین مصر و حاتی صلح برقرار شده است. سپس به عنوان ولیمه این آشتی کنان از افسران و امرای حاتی دعوت کرد که شب بعد از برقراری صلح در ضیافتی که منعقد می شود حضور به هم برسانند و تصمیم گرفت که روز بعد از آن ضیافت آزیرو پادشاه سوریه و زن و فرزندان او را با شکنجه های هولناک مقابل چشم افسران و امرای حاتی و مصری ها اعدام کند. من به مناسبت سوابق آشنایی و دوستی با آزیرو که در آغاز این سرگذشت گفتم و خاطر نشان کردم که وی قبل از اینکه پادشاه سوریه شود در کشور خود یعنی آمارو یکی از کشورهای سوریه از من پذیرایی کرد و آن شب در ضیافت خرم‌حب من حضور نیافتم، بلکه عزم کردم که به جای حضور در ضیافت خرم‌حب به خیمه‌ای که آزیرو در آن با زنجیر مقید و حبس کرده بودند بروم.
من می‌خواستم به او بگویم که زندگی آنطور که وی تصور می‌کند عزیز نیست و اگر آنچه من در مدت عمر خود دیدم او می‌توانست ببیند، به آسانی دست از زندگی می‌شست و من چون طبیب هستم می‌خواستم به او بگویم که مرگ نسبت به دردهای جسمانی و اندوه‌های بزرگ و ناامیدی‌های زندگی یک واقعه گوار راست و انسان پیوسته از زندگی رنج میبرد نه از مرگ. من میخواستم تمام این حرف ها را به او بزنم که شاید در آن شب بتواند بخوابد، زیرا میدانستم مردی چون او که خیلی زندگی را دوست میدارد نخواهد توانست در شبی که میداند صبح روز دیگر خواهد مرد به خواب برود. اگر حرف‌های من در او اثر می‌کرد چه بهتر، و اگر مؤثر واقع نشد من کنارش خواهم نشست که تا صبح تنها نباشد. در آن شب وقتی من خواستم وارد خیمه آزیرو شوم، مستحفظین ممانعت نکردند برای اینکه می‌دانستند که من یک پزشک هستم و فکر می کردن که می روم که زخمهای او را معالجه نمایم، و اگر او مجروح هم نبود مستحفظین از ورود من ممانعت نمی کردند. وقتی وارد خیمه می شدم سربازان مستحفظ گفتند بگذارید که این مرد وارد خیمه شود، زیرا او سینوه ابن الحمار دوست حرمحب است و اگر ما از ورود وی ممانعت کنیم او با زبان خود که مانند نیش عقرب است ما را نیش خواهد زد یا از طبابت خود استفاده خواهد نمود و نیروی رجولیت ما را از بین خواهد برد. من بدون اینکه مزاحمتی تولید شود وارد خیمه گردیدم و گفتم ای پادشاه کشور آمارو، آیا در شبی که صبح روز بعد از آن میمیری میل داری که یک دوست را بپذیری؟ صدای زنجیر او در تاریکی خیمه به گوشم رسید و او آهی کشید و گفت من دیگر پادشاه نیستم و دوستی ندارم، زیرا کسی که از قدرت افتاد همه دوستان خود را از دست می دهد، ولی صدای تو به گوشم آشنا می آید، آیا تو سینوه نیستی؟ گفتم من سینوه هستم. آزیرو گفت تو را به خدای مردوک سوگن، اگر سینوه هستی بگو چراغی بیاورن تا اینجا قدری روشن شود، زیرا در تاریکی من نمیتوانم آسوده باشم. این هاتی‌های ملعون لباس مرا پاره کردن و بدنم را مجروح نمودن به طوری که من اکنون یک مرد زیبا نیستم، ولی می دانم که تو چون پزشک هستی اشخاصی بدتر از مرا دیده ای، و دیگر اینکه چون باید بمیرم از بدبختی خود شرمنده نمی شوم، زیرا هنگام مرگ بدبختی شرم‌آور نیست. سینوه بگو که چراغی بیاورن تا من تو را ببینم و دست تو را بگیرم، زیرا روح من اندوهگین است و وقتی به فکر زن و فرزندانم می افتم از چشمهای من اشک جاری می شود، و اگر تو بتوانی آب جویی برای من به دست بیاوری تا اینکه لبها و حلقوم خود را تر کنم، بعد از مرگ از تو نزد افریدهای دنیای دیگر تمجید خواهم کرد، زیرا بعد از مرگ ناچار دوستان من افریت ها خواهند بود، زیرا من اکنون طوری فقیر شده ام که استطاعت خریداری یک کوزه آب جو را ندارم. من به سربازها گفتم چراغ بیاورن و آنها مشعل آوردن و چون دود مشعل خیمه را پر کرد و باعث اذیت می شد گفتم مشعل را ببرن و چراغ بیاورن،
و پس از اینکه سربازها چراغ آوردند گفتم که یک سبوی آبجو به ما بدهند. پس از اینکه آبجوی قوی سوریه را آوردند، آزیرو ناله کنان برخاست و من به او کمک کردم که بتواند آبجو بنوشد و آن وقت دیدم که موهای سرش خاکستری شده و سربازان طوری ریش او را کنده ان که قسمت هایی از گوش با موی ریش از صورت جدا شده است و نیز دیدم که انگشت های دست او به سختی مجروح و بعضی از آنها له شده ان و ناخن های او از خون هایی که از انگشتان وی خارج گردیده سیاه می باشد و چند دنده او را هم شکسته بودند، به طوری که با زحمت نفس می کشید و گاهی خون از حلقوم او خارج می شد و با آب دهان دفع می گردید. وقتی قدری آب جو نوشید چراغ را نگریست و گفت امشب روشنایی چراغ برای چشم های خسته من ملایم و لذت بخش است، ولی شعله چراغ مانند شعله حیات چندی تکان می خورد و می رخصد و بعد چون زندگی خاموش می شود و من ای سینوهه برای این چراغ و آب جو از تو تشکر می کنم و متاسفم که چیزی ندارم که به تو هدیه بدهم، زیرا سربازان هاتی حتی دندانهای طلا را که تو برای من ساخته بودی از دهانم بیرون آوردند. چون نکوهش کردن مردی که بر اثر بکار نبستن اندرز ما بدبخ شده ناشی از خود ستاییست و من به او نگفتم که در گذشته او را از هاتی برحذر کردم و خاطر نشان نمودم که هاتی ملتیست بیرم و بی ملاحظه و درنده و مردی که بر اثر بی اعتنائی به اندرز ما بدبخ شده کیفر آن بی اعتنائی را با بدبختی خود دیده و دیگر ما نباید او را مورد توبیخ قرار دهیم. این بود که من آهسته سر او را روی دستهای خود نهادم و او شروع به گریه کرد و اشکهای وی از وسط انگشتان من فرو می چکید. آزیرو گفت سینوه، هنگامی که من پادشاه و نیرومند بودم در حضور تو بدون خجالت و معذب شدن می خندیدم و شادی می کردم و اینک که سیه روز شده ام برای چه از گریه کردن در حضور تو شرمنده شوم؟ ولی سینوه بدان که من برای پادشاهی از دست رفته خود گریه نمی کنم و برای ثروت خیش که به یغما رفته اشک نمی ریزم، بلکه من برای زن خود که تو او را به من دادی و همچنین برای پسر بزرگم که شجاعت دارد و پسر کوچکم که هنوز کودک است و فردا هر دو را خواهند کشت اشک می ریزم. گفتم من نمی خواستم که امشب چیزی بگویم که مزید اندوه تو شود، ولی چون تو برای زن و فرزندان خود گریه می کنی مرا وادار کردی که بگویم دیگران هم که از 3 سال به این طرف در این کشور دچار بدبختی شدن و زن و فرزندانشان مقابل چشم آنها به قتل رسیدن، آنها نیز روح داشتن و از مرگ زن و فرزندان خود قصه می خوردن. 3 سال که سوریه بر اثر جاه طلبی تو مبدل به یک قتلگاه بزرگ شده و آنقدر کشته شدن که کسی به خود زحمت نداد که حساب مقتولین را نگاه دارد. محاذا من نمیگویم تو چون باعث ایجاد این بدبختی ها شده ای مستوجب مرگ هستی، بلکه میگویم چون تو مغلوب شده ای باید بمیری، زیرا یک گناهکار قوی از مجازات مسئول است، اما همین که ضعیف شد کیفر میبیند.
و با اینکه من مرگ تو را مقرون به عدالت می دانم، با مرگ زن و فرزندان تو موافق نیستم و من راجع به زن و فرزندان تو با خرمحب صحبت کردم و به او گفتم که اگر آنها را آزاد کند یک فدیه بزرگ به او پرداخت خواهد شد، ولی او نظریه مرا نپذیرفت و گفت که نسل آزیرو و بزر او و حتی نامش باید در سوریه از بین برود. به همین جهت بعد از اینکه تو کشته شدی، جنازه تو را در قبر دفن نخواهند کرد، بلکه در بیابان خواهند انداخت تا طعمه جانوران شوی. آزیرو از اینکه در قبر مدفون نخواهد شد ترسید و گفت سیناهه، چون مرا دفن نخواهند کرد، تو که امشب نزد من آمده ای دوستی خود را تکمیل کن و بعد از مرگ من مقابل خدای بعل در کشور آمارو به اسم من قربانی نما تا اینکه من در دنیای دیگر دائم با گرسنگی و تشنگی سرگردان نباشم. من از هرمحب گله ندارم، زیرا اگر من بر او غلبه می کردم نیز همینطور رفتار می نمودم و وی را به قتل می رسانیدم. و من وقتی فکر می کنم که زن و فرزندان من به قتل خواهند رسید، گرچه مهموم می شوم، ولی یک وسیله تسلا دارم و آن این است که پس از من کسی با زن من تفریح نخواهد کرد. فرزندان من هم گرچه بهتر بود زنده بمانند، ولی می دانم که آنها را به غلامی به مصر خواهند برد، در صورتی که آنها شاهزاده هستند و نباید غلام شوند و در معادن مصر به کار اجباری مشغول شوند. ولی چون به قتل می رسند، کسی نخواهد توانست که آنها را غلام نماید. سینوه، من از یک حرف تو خوشبخت شدم و آن این است که گفتی من از این جهت میمیرم که مغلوب شدم. آزیرو قدری دیگر آب جو نوشید و بعد چنان که گویی خطاب به جمعی سخن میگوید با شور و احساسات زیاد بانگ زد: دریغ بر تو ای سوریه، دریغا بر تو کشوری که محبوب من هستی و مثل یک محبوبه زیبا همواره مرا رنج دادی. ای سوریه من، برای عظمت تو زحمت بسیار کشیدم، برای این شوریدم که تو آزاد باشی و مصر تو را برده خود نکند، ولی امروز که هنگام مرگ من است تو مرا ترک می کنی و بر من لعنت می فرستی. ای بلاد با عظمت و ثروتمند و زیرک و نیرومند سوریه، من به قدری شما را دوست می دارم که حتی امروز که مرا ترک کردید و مورد لعن قرار دادید، من از شما سلب علاقه نمی کنم، زیرا می دانم شما محبوبه های من هستید. ای سوریه، نژادها از بین می روند و ملتها به وجود می آیند و آنها محو می شوند و افتخارات مانند سایه ای که بعد از غروب خورشید از بین می رود زائل می گردد، ولی تو باقی بمان و جاوید باش. ای سوریه، تا جهان باقی است تو در ساحل دریا کنار کوها و تپه های سرخ رنگ شهرهای بزرگ بساز و اطراف آنها حصارهای مرتفع برپا کن و هر دفعه که باد می‌وزد غبار استخوان‌های من از صحرا به طرف شهرهای تو روان خواهد گردید تا بلاد تو را ببوسد. من از این حرف ها متأثر شدم و صحبت او را قطع نکردم، زیرا متوجه گردیدم که این افکار او را تسکین می دهد. و آهسته دست های او را که مجروح بود گرفتم و او گفت سینوه،
به تو گفتم که من برای مرگ خود متاسف نیستم و پشیمان نمی باشم که چرا به ضد مز شوریدم، زیرا تا انسان دست به کار بزرگ نزند استفاده بزرگ نمی کند و در کار بزرگ احتمال ضرر وجود دارد. در این موقع هیچ یک از کارهایی که کردم مرا پشیمان نکرد، گو اینکه مجموع این کارها به هم تابید و ریسمانی شد که اینک بر گردن من افتاده و مرا به طرف مرد می کشاند. و این حرف ها را می گویم که تو بدانی من از مرگ نمی ترسم، لیکن چون در همه عمر مردی کنجکاو بودم و مثل هر سریانی فطرت من از سوداگری سرشته شده و تجارت و معاملات را دوست می دارم. ما سریانی ها که در تجارت زبردست هستیم، در تمام معاملات دیگران را فریب می دهیم و آیا ممکن است که معامله ای را به مرگ پیشنهاد کنم که فریب بخورد و دست از من بردارد؟ گفتم نه. انسان می تواند همه کس را فریب بدهد، ولی قادر به فریفتن مرگ نیست. لیکن چون فردا چراغ زندگی تو خاموش خواهد شد، میخواهم حقیقتی را به تو بگویم و آن حقیقت که تا کنون کسی جرأت نکرده که بگوید این میباشد که مرگ هیچ دردی ندارد و آزی رو. آیا میدانی چرا تا کنون کسی جرأت نکرده که این حقیقت علمی و طبی را به مردم بگوید؟ علتش این است که یگان چیزی که سبب می شود مردان جسور و افراد متحور و با اراده و مطیع شوند این است که از مرگ می ترسند. برای اینکه تصور می کنند که درد مرگ هزار بار از مخوفترین دردهای جسمانی بدتر است. و حالان که در زندگی بشر چیزی ملایمتر و گواراتر از مرگ نیست، آزی رو قبول کن که درد کشیدن یک دندان 10 برابر شدیدتر از درد مرگ است. در موقع مرگ حال انسان با حال یک مرد خسته که روی زمین دراز کشیده و میخواهد بخوابد و خواب چشمهای او را گرفته هیچ فرقی ندارد. مرگ پایان تمام دردها و حسرتها و محرومیتها و ناامیدیها و همچنین پایان تمام دردهای جسمانی است. و آیا متوجه شدی که بعد از یک روز گرم و خفه کننده نسیم خنک شب چگونه مفرح می باشد؟ من با اینکه مصری هستم به زندگی در دنیای دیگر که ما مصریان آن را دنیای مغرب می نامیم عقیده ندارم، ولی اصرار نمی کنم که عقیده من صحیح است و شاید در دنیای دیگر نوعی از زندگی برای ما وجود داشته باشد و به همین جهت بعد از مرگ تو و زن و فرزندانت مقابل خدای بعد برای تو و آن 3 نفر قربانی خواهم کرد، تا اگر دنیای دیگر برای ما هست تو و زن و فرزندانت در آن جهان آواره و گرسنه و تشنه نباشید. آزیرو از سخنان من خوشوقت شد و با امیدواری گفت سینوه: پس وقتی میخواهی قربانی کنی گوسفندانی را انتخاب نما که از گوسفندان کشور اصلی من آمارو باشد، زیرا گوسفندان آمارو فر بهتر هستند و گوشت لذیذی دارند و کباب دل و جگر و قلوه گوسفند را دوست داشتم. تا وقتی که آزیرو این سخنان را ادامه می داد خوشحال بود، اما بعد دچار اندوه شد و گفت: سینوه،
من نمیدانم با اینکه تو یک مصری هستی و من نسبت به مصری ها خیلی بدی کرده ام، چرا نسبت به من نیکی می کنی و آنچه راجب مرد به من گفتی در من اثر کرد؟ گاهی راجب مرگ حرف می زدیم و زمانی در خصوص آمارو گفتگو می نمودیم و بعضی از اوقات خاطره دوره جوانی را تجدید می کردیم. وقتی فلق دمید و هوا روشن شد، غلامان من غذای فراوان و لذیذ برای ما آوردند و مستحفظا ممانعت نکردند، زیرا اول آنها سهم خود را از آن غذا برداشتند. من گرسنه نبودم و میل به غذا نداشتم، بلکه می‌خواستم که آزی رو غذا بخورد. غذای ما عبارت بود از گوسفند بریان و گرم و مرغ بریان و نانهایی از مغز گندم که در روغن سرخ کرده بودند. غلامان من برای ما شراب را که با عطر مخلوط شده بود آوردند و آزیرو قدری غذا و شراب نوشید و بعد من به غلامان گفتم که آزیرو را بشویند و موهای او را شانه بزنند و بهترین جامه ای را که ممکن است به دست آورد بر او بپوشانند. غلامان من زن و فرزندان او را نیز همانطور تمیز کردند و بر تن آنها لباس خوب پوشانیدند، ولی هرمهب موافقت نکرد که قبل از مرگ آزیرو زن و فرزندان خود را ببیند. وقتی هوا روشن شد، هرمهب به اتفاق امرا و افسران هاتی از خیمه بزرگ خیش خارج شدند و من دیدم که همه می‌خندند و می‌دانستم که همه بر اثر نوشیدن شراب کم و بیش مست هستند. من به هرمهب نزدیک شدم و گفتم تو میدانی که من چند مرتبه به تو خدمت کردم که آخرین آنها معالجه پای مجروح تو در جنگ مقابل شهر سور بود. در آن جنگ یک تیر زهر آلود در پای تو فرو رفت و من مانع آن شدم که زهر آن تیر تو را به قتل برساند. اکنون آمده ام که از تو درخواستی کنم و درخواست من این است که آزیرو را با شکنجه به قتل نرسانی، زیرا این مرد پادشاه سوریه بود و در جنگ مردانه پیکار کرد. در واقع آزیرو قبل از اینکه به دست تو اسیر شود به قدر کافی مورد شکنجه قرار گرفته، زیرا افسران هاتی برای اینکه وی را وادار کنند محل زر و سیم خود را بگوید او را شکنجه کردند و سزاوار نیست که امروز هم این مرد را عذاب بدهند. و اگر تو از شکنجه کردن وی صرف نظر نمایی، نام نیک تو بزرگتر خواهد گردید. وقتی هرمهب این حرف را از من شنید، چهره در هم کشید و رنگش تیره شد، زیرا او برای مرگ او در آن روز پیش بینی ها کرده بود و میخواست که او را با شکنجه های هولناک به قتل برساند. تا افسران هاتی و سربازان مصری تماشا و تفریح کنند و من می دیدم که مصری ها برای اینکه بتوانند در صف اول تماشاچیان قرار بگیرند با هم نزاع می کنند. این را هم باید بگویم که خود هرمهب از شکنجه کردن دیگران لذت نمی برد و بی‌رحم نبود، ولی یک سرباز به شمار می آمد و مرگ را یکی از اسلحه خیش می دانست. در آن روز قصد داشت که او را طوری به قتل برساند که مایه عبرت سایرین شود و دیگر در سوریه کسی جرأت نکند که به ضد مصر قیام نماید. هرمهب گفت ولی سینوه،
تو می‌دانی که من برای امروز عده‌ای از جلادان زبردست را از اطراف آورده‌ام تا اینکه جهت تفریح افسران و سربازان من هنر نمایی کنند و نصب ادوات شکنجه آنها برای من گران تمام شده و من نمی‌توانم در آخرین میزان و زقهای لجنزار نیل را از تماشا محروم کنم، زیرا آنها مدت 3 سال در سوریه برای از بین بردن همین آزیرو جان خود را فدا کردند و امروز حق دارند که شکنجه او را تماشا کنند. شوباتو شاهزاده هاتی وقتی این حرف را شنید کف دست خود را محکم بر پشت هرمهب نواخت و گفت: آفرین بر تو که خوب گفتی و تو نباید امروز ما را از تماشا محروم کنی، زیرا ما برای اینکه تو را از تماشای شکنجه او محروم نکنیم، وقتی او را دستگیر نمودیم، گوشت‌های تن او را قطعه قطعه نکردیم و فقط قدری ناخون‌های او را از گوش جدا نمودیم. لذا تو برای رضایت خاطر ما باید او را شکنجه کنی، وگرنه ما مکدر خواهیم شد. هرمهب چین بر جبین افکند و من فهمیدم وی چرا متغیر شده است، زیرا فرمانده قشون مصر خود را یک سردار فاتح می دانست و منتظر نبود که شاهزاده شوباتو که یک سردار مغلوب است دست به پشت وی بزند و برای او دستور صادر کند و گفت: شوباتو، معلوم می شود که تو مست هستی و نمی توانی که حد خود را نگاه داری. من از این جهت تصمیم گرفتم که او را مورد شکنجه قرار بدهم و او را با انواع عقوبت ها بمیرانم که همه بدانند که هر کس که به دوستی هاتی اعتماد کند عاقبت کارش ماننده عاقبت آزیرو خواهد شد. ولی چون شب گذشته من و شما با هم دوست بودیم و پیمانه های متعدد را خالی کردیم، من نسبت به مردی که روزی دوست شما بود ترحم خواهم کرد و خواهم گفت که بدون شکنجه با مرگی آسان او را معدوم کنند. شوباتو از این حرف خیلی متأثر شد و رنگ از صورتش پرید و خشمگین شد، ولی رفقای وی که متوجه شدن که خشم او ممکن است برای وی و دیگران خیلی گران تمام شود، دست روی دهان او گذاشتند و وی را بردند. و چند دقیقه دیگر سردار مغلوب هاتی استفراغ کرد و آنچه شب قبل خورده بود بیرون آورد و بد مستی وی از بین رفت. هرمهب دستور داد که آزیرو را بیاورند و با اینکه می دانست که من به او قضا داده ام، وقتی دید که آن مرد با سری بلند قدم بر می دارد و یک جامه فاخر پوشیده و موهای سرش مرتب می باشد حیرت کرد. آزیرو خنده کنان می آمد و افسران و سربازان مصری که مستحفظ او بودن مسخره می کرد تا اینکه نزد هرمهب برسد و از بالای سر مستحفظین خود او را مخاطب ساخت و گفت: ای هرمهب کثیف، از من نترس و پشت نیزه سربازان خود پنهان مشو، زیرا مرا با زنجیر بسته‌اند و نزدیک بیا تا من بتوانم پاهای کثیف خود را به جامه تو بمالم و پاهای خود را پاک کنم.
اینک که از وسط اردوگاه تو می گذشتم تا به جانب محل اعدام بروم، پاهای من آلوده شده و من در تمام عمر اردوگاهی به کثافت اردوگاه تو ندیدم و همه می دانن وقتی یک اردوگاه کثیف باشد دلیل بر این است که فرمانده اردوگاه لیاقت ندارد. هرمهب از ته دل خندید و گفت: من به تو نزدیک نمی شوم برای اینکه از تو بوی عفونت به مشام می رسد و با اینکه موفق شده ای که یک جامه نو بپوشی و زخمهای خود را پنهان نمایی، بوی تعفن تو باقی است. اما انکار نمی توان کرد که مردی شجاع هستی و از مرگ بیم نداری و هنگامی که به سوی محل اعدام می روی می خندی و به همین جهت من گفتم که تو را بدون شکنجه به قتل برسانند تا اینکه در آینده نام مرا به نیکی یاد کنند، زیرا قدرت در آن نیست که انسان دشمن مغلوب را شکنجه نماید. سپس هرمهب دستور داد که گارد مستحفظ خود او اطراف آزیرو را بگیرن تا اینکه سربازان مصری به طرف وی سنگ پرتاب نکنن و به او ناسزا نگویند. بعد از آزیرو زن او را آوردن و من دیدم که آن زن آرایش کرده و خود را زیباتر نموده و دو پسر او هم با مادر می آمدن و دست یک دیگر را گرفته بودن و راه رفتن آنها نشان می داد که از شاهزادگان هستند. در محل اعدام زن و فرزندان به آزیرو ملحق شدند و وقتی آزیرو زن خود را دید اندوهگین شد و بانگ زد: کفتیو، ای مادیان سفید و ای پلک چشم من، من متاسفم که سبب مرگ تو شده ام. کفتیو به او گفت: آزیرو، برای من قصه نخور، زیرا من با میل و شعف در عقب تو به سرزمین اموات خواهم آمد، برای اینکه می دانم که بعد از تو شوهری یافت نخواهد شد که بتواند مثل تو که چون یک گاو نر نیرومند هستی مرا خرسند و راضی کند. وقتی تو زنده بودی من تو را از تمام زنها جدا کرده ام و نگذاشتم که تو با هیچ زن جز من تفریح کنی و اینک که به سرزمین اموات می روی، من با تو خواهم آمد که نگذارم در آنجا با زنهای دیگر نیز تفریح نمایی، چون یقین دارم که تمام زنهای زیبا که قبل از من با تو تفریح کردن و اینک در دنیای اموات هستن انتظار تو را می کشن تا اینکه تو را از من بگیرند. آزیرو از این جواب خیلی خوشبخت شد و بعد به فرزندان خود گفت: ای پسران من، شما اولاد یک پادشاه هستید و در این موقع باید مانند شاهزادگان، یعنی بدون بیم، بمیرید. پس از این حرف آزیرو مقابل جلاد زانو زد و خطاب به کفتیو گفت: من از مشاهده این مصری‌های متعفن که در اطراف ایستاده‌ان منزجر هستم و نمی‌خواهم که نیزه‌های خون آلود آنها را ببینم و به همین جهت میل دارم که در این موقع تنها تو را تماشا کنم. کفتیو، همسرم، در مقابل من به ایست تا من بتوانم در این وقت با مشاهده چهره زیبای تو بمیرم. کفتیو موهایش را به پشت انداخت و صورت خود را به او نشان داد و در حالی که آزیرو چشم به او دوخته بود، جلاد شمشیر سنگین و بلند خود را روی گردن آزیرو فرود آورد و با یک ضربت سر از پیکر او جدا شد.
و طوری ضربت جلاد شدید بود که سر تا نزدیک پای کفتی و غلطید و خونی که از گردن او فوران می کرد زن و دو پسر او را رنگین نمود و پسر کوچکش لرزید. ولی کفتی و سر آزیرو را بلند کرد و روی سینه نهاد و لبها و چشمهای او را بوسید و ریشش را نوازش کرد و بدون اینکه سر را از سینه جدا کند به پسرها گفت: فرزندان من، چرا معطل هستید و اکنون که پدر شما رفته شما هم بروید و من عجله دارم که به او و شما ملحق شوم؟ پسر بزرگ بدون اینکه دست پسر کوچک را رها کند زانو به زمین زد و جلاد سر او را مثل سر پدر با یک ضربت قطع کرد و آنگاه سر پسر کوچک را از بدن جدا نمود. کفتیو که کماکان سر آزیرو را روی سینه نهاده بود بی تأثر مرگ فرزندان خود را نگرید. پس از مرگ آنها جلاد با لگد سرهای دو پسر را از جلوی خود دور کرد و به کفتیو اشاره نمود که زانو بزند. زن بی آن که سر آزیرو را از خود دور نماید مقابل جلاد زانو را به زمین نهاد و با یک دست گیسوی خود را عقب زد که گردن را آشکار نماید و جلاد هنگام جدا کردن سرش دچار زحمت نشود. جلاد سر او را هم از پیکر جدا کرد و خون رگهای گردن او روی سر آزیرو و فرزندان او ریخت و به این ترتیب هر چهار نفر بدون شکنجه و به سرعت مردند. ولی هرمهب اجازه دفن جنازه ها را نداد و گفت لاشه ها را در صحرا بیندازن تا اینکه طعمه جانوران شوند. چنین مرد آزیرو پادشاه کشور آمارو که بعد پادشاه سراسر سوریه شد و بعد از مرگ وی هرمهب با هاتی صلح نمود در صورتی که می دانست که صلح مزبور دوام نخواهد داشت. با اینکه هرمهب می دانست که آن صلح دائمی نخواهد بود چون هر دو طرف از جنگ خسته شده بودن موافقت نمود که با هاتی صلح نماید. علاوه بر خستگی از جنگ دو علت دیگر سبب شد که هرمهب صلح نماید، که یکی اینکه می خواست قسمتی از اوقات خود را صرف تأمین منافع قیش در تبس یعنی پای تخت مصر نماید و دیگر اینکه می دانست در جنوب مصر قبایل سیاه پوست سر بلند کرده و حاضر نیستند که به مصر خراج بدهند. در آن سالها که هرمهب می جنگید فرعون توت آنخ آمون در آن کشور سلطنت می کرد و با اینکه فکری جز ساختمان قبر خود نداشت و در امور دیگر مداخله نمی نمود ملت مصر تمام بدبختی های خود را از او می دانست و می گفت: چگونه ما می توانیم از یک فرعون که زن او از نسل یک فرعون کذاب است انتظار نیک بختی داشته باشیم؟ آمی در صدد تصحیح این طرز فکر در ملت بر نمی آمد، بلکه شایعاتی به وجود می آورد که مردم را نسبت به فرعون بدبین تر نماید، چون می دانست که هر قدر مردم نسبت به فرعون بدبین تر شوند به سود اوست. از جمله به دوستان خود می سپرد که به هر کس که می رسند بگوین که فرعون تمام ثروت مصر را صرف ساختمان و تزیین قبر خود می کند و بدبختی ملت مصر ناشی از قبر سازی اوست. بر اثر تحریک عامی از طرف فرعون مالیاتی در مصر وضع شد که از هر کس که می‌خواست دارای قبر باشد و لاشه او را بعد از مرگ مومیایی کنند دریافت می‌گردید تا اینکه به مصرف مقبره فرعون برسد. و این مالیات خیلی مردم را ناراضی کرد، زیرا از غلامان گذشته همه مشمول این مالیات می شدند.
هر مصری آرزو داشت که بعد از مرگ لاشه اش را مومیایی کنند و در قبری دفن نمایند و بعضی از غلامان هم در تمام عمر از ارباب خود می دزدیدند و پسنداز می کردند که بعد از مرگ لاشه آنها مومیایی شود و در قبر جا بگیرند. در آن سالها که فرعون توت آنخ آمون در مصر سلطنت می کرد، من در سوریه پیوسته با قشون حرم حب بودم و مجروحین و بیماران را معالجه می کردم و از اوضاع طبس پای تخت مصر اطلاعی غیر از آنچه مسافرین می گفتن نداشتم. مسافرینی که از طبس می آمدن می گفتن که فرعون ضعیف و نحیف است و یک بیماری مرموز او را آزار می دهد و این بیماری با جنگ سوریه ارتباط دارد. چون هر دفعه که خبر یکی از پیروزی های حرم حب به او می رسد طوری ناخوش می شود که بستری می گردد، ولی همین که می شنود که حرم حب در یک پیکار شکست خورده بهبود می یابد و از بستر بر می خیزد. مسافرین می گفتند که این موضوع به قدری عجیب است که به جادوگری شباهت دارد، چون سلامتی و ناخوشی فرعون وابسته به اخبار جنگ سوریه می باشد. وقتی جنگ سوریه طولانی شد، آمی بی خبر گردید و چند پیک از مصر نزد حرم حب فرستاد و گفت تا چه موقع می خواهی به جنگ سوریه ادامه بدهی؟ عجله کن و صلح را برقرار نما تا اینکه من بتوانم به مقصود خود برسم، زیرا من پیر هستم و نمی توانم برای وصول به مقصود شکیبایی را پیش نمایم، و به محض اینکه من به مقصود رسیدم طبق قولی که به تو داده‌ام تو را نیز به مقصود خواهم رسانید. من عقیده نداشتم که بیماری فرعون ناشی از جادوگری باشد و حدس می زدم از این جهت فرعون بر اثر وصول اخبار جنگ مصر که گاهی بیمار می شود و زمانی از بستر بیماری بر می خیزد که آمی قصدی مخصوص دارد. به همین جهت موقعی که جنگ سوریه به اتمام رسید و حرم حب با هاتی سر نمود، ما سوار بر کشتی های جنگی از رود نیل بالا رفتیم و شنیدیم که فرعون سوار بر زورق زرین آمون شده تا اینکه به سرزمین مغرب برود. من از وصول این خبر، یعنی خبر مرگ فرعون، حیرت نکردم و آن وقت فهمیدم که بیمار شدن و بهبود یافتن فرعون برای این بود که اینک خبر مرگ او منتشر می گردد و مردم حیرت نمی نمایند که چرا توت آنخ آمون ناگهان مرد. وقتی ما خبر مرگ فرعون را شنیدیم، درفش کشتی های جنگی را فرود آوردیم و صورت را با دود سیاه کردیم. می گفتن وقتی خبر پیروزی قشون مصر در مجیدو و صلح با هاتی به اطلاع فرعون رسید، طوری وی گرفتار بحران شدید مرض خود گردید که جان سپرد. ولی در خصوص مرض فرعون اطبای دارالحیات توافق نظر نداشتند و معلوم نبود که وی به چه مرض مرده است. اما از قول کارکنان خانه مرد می گفتن که وقتی خواستن شکم فرعون را برای مومیایی کردن لاشه او باز کنن، دیدن که روده های او سیاه شده و فکر کردن که وی را مسموم نمودند. ولی ملت می گفت که مرگ فرعون از قصه پیروزی ارتش مصر در سوریه بوده، زیرا به عقیده ملت فرعون فهمید که بعد از این پیروزی ملت از بدبختی رها خواهند یافت و سعادتمند خواهند شد، و چون او خواهان بدبختی ملت بود لذا از فرط اندوه گرفتار بحران مرض خود گردید و زندگی را بدرود گفت.
من می دانستم در همان روز که حرم حب لوح خاک رست، یعنی پیمان صلح با هاتی را مهر نمود، مثل این بود که کارد خود را در قلب فرعون فرو کرده باشد. برای اینکه آمی در طبس انتظاری جز این نداشت که جنگ سوریه خاتمه پیدا کند تا وی با خیالی آسوده فرعون را به قتل برساند و به جای او و به عنوان فرعون بر تخت سلطنت مصر بنشیند. خبر مرگ فرعون هرمحب و سربازان او را خیلی متأثر کرد. برای اینکه هرمحب وقتی وارد مصر شد درفش پیروزی را برافراشت و رؤسای سوریه را سرنگون از دکل کشتی های جنگی به دار آویخت، تا اینکه مانند فرعونه قدیم و بزرگ مصر که بعد از بازگشت از یک جنگ دشمنان خود را سرنگون به دار می آویختن رفتار کرده باشد و مردم از مشاهده معدوم شدگان بر خود ببالند و بدانند که مصر مثل گذشته قوی است و می تواند که از دشمنان خارجی و یاغیان انتقام بگیرد. ولی وصول خبر مرگ فرعون سبب گردید که هرمحب درفش پیروزی را فرود آورد و لاشه آنهایی را که به دار آویخته بود به نیل انداخت. سربازان مصری هم با هرمحب به مصر برگشتن و امیدوار بودند که به جبران 3 سالی جنگ در سوریه و تحمل مخاطرات اینک که به طبس مراجعت می نمایند بتوانند از زر و سیمی که در سوریه به وسیله غارت به دست آورده اند استفاده و عیش کنند. لیکن خبر مرگ فرعون نقشه های آنان را برای خوشگذرانی در پای تخت مصر برهم زد، زیرا دانستن وارد شهری خواهند شد که مرکز سوگواری است و باید صورت را به وسیله دوده سیاه نمایند و خود را عزادار جلوه دهن و همه به زبان حال می گفتن این فرعون که ما را به جنگ سوریه فرستاد اینک که مرده است از ما بر نمی دارد و مرگ او هم مثل زنده بودنش برای ما تولید بدبختی می نماید. وقتی سربازها متوجه شدند که پس از ورود به طبس نمیتوانند عیش کنند، در هر نقطه از سواحل نیل که کشتی ها لنگر می انداختند به ساحل می رفتند و زنهایی را که برای فروش از سوریه با خود آورده بودند به ساحل می بردند و در آنجا به وسیله تاس بر سر غنایم سوریه یا زنها قمار می کردند. زیرا اگرچه هر مرد از زن خود سیر شده بود و نمی‌خواست با وی تفریح کند، ولی می‌اندیشید که زنهای دیگران بیش از زن او لذت دارد و علاقه داشت که به وسیله قمار آنها را تصاحب نماید. سربازان مصری گاهی در موقع قمار به خشم در می آمدند و با هم نزاع می کردند و یکدیگر را مجروح می نمودند و ناسزاهای درشت نسبت به خدایان بر زبان می آوردند، به طوری که سکنه سواحل نیل از بیدینی آنها متحیر می شدند و با حیرت و وحشت زده ولی آهسته از یکدیگر می پرسیدند آیا اینان مصری می باشند؟ پس چرا اینطور به خدایان توهین می کنند؟ غافل از اینکه سربازان مصری بر اثر دوری از وطن نه فقط لباسهای سریانی و هاتی را می پوشند و در محاوره کلمات سریانی و هاتی به کار می برند، بلکه بعضی از آنها خدایان مصر را فراموش کرده و بعل خدای سوریه را می پرستند. خود من هم در کشور آمارو واقع در سوریه 4 قربانی بزرگ به بعل تقدیم نمودم، تا اینکه آزیرو و زن و فرزندان وی بعد از مرگ سرگردان و گرسنه و تشنه نباشند.
منظور من از ذکر این نکات این است که ملت مصر با اینکه میدانست که سربازان هرمحب در جنگ فاتح شده اند از آنها میترسند، زیرا میدیدند که بسیاری از آنها نه از حیث لباس شبیه به مصریان هستند و نه از حیث عقیده داشتن به خدایان مصر. سربازان مصری و من هم از مشاهده وضع مصر بعد از دوری از آنجا حیرت کردیم، زیرا در هر نقطه از سواحل نیل که قدم بر زمین می گذاشتیم مشاهده می نمودیم که مردم عزادار یا فقیر و درمانده هستند. از بس مردم مصر البسه خود را شسته و وصله زده بودن، رنگ اصلی آن محسوس نمی شد و صورتها همه لاغر و خشک به نظر می رسید، زیرا مصری ها توانایی به دست آوردن روغن نباتی را نداشتند. هر کس با نگاهی حاکی از وحشت ما را می نگریست و پشت فقرا از چوب و شلاق محصلین مالیات زخم شده بود. امارات عمومی و دولتی رو به ویرانی می رفت و از سقف خانه ها سفال می افتاد و جاده ها از وقتی که ما از مصر خارج شدیم تعمیر نشده بود و دیوار بسیاری از کانال های آبیاری ویران گردید. فقط معبدها را آباد دیدیم و مشاهده کردیم که دیوار معابد با نقوش زرین و ارغوانی تزئین شده و کاهنان فربه بودند و سرای تراشیده و روغن خورده داشتند. من مطلع شدم که هرگز به کاهنان معابد بد نگذشته و پیوسته بهترین گوشتها و نانها و شرابها را صرف کردند و در حالی که آنها می خوردند و می آشامیدند، مردم اگر یک قطعه نان خشک به دست می آوردند در آب نیل خیس می کردند که بتوانند آن را بخورند. عده‌ای از مصریان که در گذشته شراب را در پیمانه های طلا می نوشیدند، اگر موفق می شدند ماهی یک مرتبه یک کوزه آبجوی کم قوت را به دست بیاورند، خود را نیکبخت می دانستند و دیگر در ساحل رود نیل صدای خنده زنها و فریاد شادی اطفال شنیده نمی شد. جنگ طولانی مصر را به آن روز انداخته بود و آنچه بعد از جنگ آتون و آمون در مصر باقی ماند بر اثر جنگ طولانی مصر و سوریه از بین رفت و به همین جهت مردم حال و نشاط آن را نداشتند که از خاتمه جنگ و بازگشت صلح خوشوقت شوند و حرکت کشتی های جنگی هرمحب را که به طرف تبس می رفت با وحشت می نگریستند. روزی فرا رسید که چشم ما به کوههای سگانه تبس که نگهبان پای تخت مصر از افتاد و بالای امارت معبد آمون را دیدیم و درخشندگی قله ستونهای سنگی که از طلا می باشد به نظر ما رسید. وقتی که به تبس نزدیک گردیدیم چشم ما به شهر بزرگ اموات که گویی بی پایان است افتاد و بعد وارد شهر شدیم و اسکله‌های آن را مشاهده نمودیم و محله فقرا را با کلبه‌های گلی آن محله دیدیم و از مشاهده امارات محله اغنیا و اشراف و باغهای آنها محظوظ شدیم. آن وقت با قوت بیشتر هوای تبس را استنشاق نمودیم و دریا نوردان پاروهای بلند خود را با نیروی زیادتر در آب فرو کردند و سربازان هرمحب فراموش نمودند که عزادار فرعون هستند و فریاد شادی و آواز را سر دادند.
بدین ترتیب من به تبس که از شیر خارگی در آنجا بزرگ شده بودم مراجعت کردم و تصمیم گرفتم که دیگر از آن شهر نروم، زیرا چشم های من آنقدر شرارت و رذالت نوع بشر را در آفاق مختلف دیده بود که نمی خواستم باز ناظر آن پستی ها و بیرحمی ها باشم. من تصمیم داشتم که بقیه عمر در مسقط الرأس خود در محله فقرا و در خانه ای محقر که در آن محله داشتم زندگی کنم و از راه طبابت معاش خود را تأمین نمایم. من نمی توانستم خانه ای بهتر خریداری کنم، زیرا آنچه زر و سیم در سوریه نصیب من شد صرف قربانی کردن در راه آزیرو و زن و فرزندان وی شد و من نمی خواستم آن فلزات آلوده را نگاه دارم و آن را به مصر بیاورم، زیرا می دانستم زر و سیمی که در سوریه نصیب من شد آلوده به خون است و پیوسته از آنها بوی خون به مشام می رسد. به همین جهت آنچه در سوریه به دستم آمد برای تحصیل رضایت آزیرو و زن و دو پسر وی صرف قربانی در راه آنان کردم و دست خالی به تبس مراجعت نمودم. لیکن غافل از این بودم که پیمانه سرنوشت من هنوز پر نشده و باز کاری در انتظار من است که از انجام آن می ترسیدم و نفرت داشتم، ولی مجبور بودم که به انجام برسانم. و همان کار سبب شد که بعد از چند روز که من خواستم بقیه عمر در تبس زندگی کنم، از آنجا کوچ نمایم و بروم و شرح این واقعه را خواهم گفت. آمی و خورمه بعد از صلح با هاتی و مرگ فرعون کار جهان را به مراد خود دیدن و فکر کردن که هیچ چیز نمی تواند مانع از زمامداری آنها شود. ولی چیزی نمانده بود که بر اثر کینه یک زن هر دوی آنها از زمامداری محروم شوند. به همین جهت لازم است که من یک مرتبه دیگر از ملکه نفرتیتی و شاهزاده خانم باکتامون نام ببرم، زیرا زنی که کینه می‌ورزد ملکه سابق نفرتیتی بود. ولی برای اینکه راجع به این دو نفر و توطئه آنها و خطری که برای زمامداری آمی و حرمه به وجود آمده بود صحبت کنم، می باید در این تاریخ یک فصل جدید را بگشایم و این آخرین فصل زندگی من خواهد بود و در این فصل خواهم گفت چگونه من که به وجود آمده بودم تا مردم را مداوا کنم و آنها را از مرگ برهانم مبادرت به قتل نفس کردم. آمی با حرمه توافق نظر حاصل کرده بود که بعد از مرگ توت آنخ آمون کلاه سلطنت مصر را بر سر بگذارد. لذا برای اینکه زودتر آن کلاه را بر سر بنهد و بر تخت سلطنت بنشیند، مراسم و تشریفات تعزیه توت آنخ آمون را کوتاه نمود و متصدیان مومیایی کار تبس را وادار کرد که زودتر لاشه فرعون مرده را مومیایی کنند و قبر فرعون را که طبق نقشه یک بنای با عظمت بود ناتمام گذاشت و در نتیجه قبر توت آنخ آمون برخلاف آرامگاه فرعونی بزرگ مصر کوچک شد و هرچه زر و سیم و اشیای قیمتی را که فرعون به آرامگاه خود اختصاص داده بود تا اینکه در دنیای دیگر با وی باشد به تصرف درآورد.
ولی شرط اصلی توافق نظر حرمه با آمی این بود که آمی کاری کند که شاهزاده خانو باکتامون زن حرمه شود، تا اینکه حرمه که هنگام تولد در استبل گام به جهان نهاد بتواند پس از مرگ آمی پادشاه مصر شود و جای فراعنه بزرگ سرزمین مصر را بگیرد. آمی برای اینکه شاهزاده خانوم باکتامون را زن حرمه‌ب کند با کاهنان معبد آمون در تبس گفتگو کرد و به اتفاق آنها نقشه‌ای کشید که قرار بود بدین شکل اجرا شود. در روزی که حرمه‌ب پس از مراجعت از سوریه به عنوان یک فاتح بزرگ به معبد آمون می رود، شاهزاده خانوم باکتامون با آرایشی نظیر آرایش سخمت الهه جنگ در معبد حضور خواهد یافت و پس از خاتمه تشریفات مذهبی کاهنان از معبد خارج خواهند شد و یکی از آنها قبل از خروج کوزه ای را بین حرمه‌ب و شاهزاده خانوم که در آن روز الهه جنگ شده خواهد شکست و آنگاه معبد به کلی خالی خواهد گردید و حرمه‌ب در آنجا با شاهزاده خانوم تفریح خواهد نمود و با این تفریح درون معبد حرمه‌ب نیز به درجه خدایی خواهد رسید و خدای جنگ خواهند گردید. کاهنان بر اثر تلقین آمی می گفتن لزومی ندارد که کوزه ای بین آن دو نفر شکسته شود، زیرا خدایان برای اینکه با هم وصلت کنند و زن و شوهر شوند احتیاج به کوزه شکستن ندارند و شکستن کوزه در خور افراد بشر است نه خدایان، که مقام و مرتبه آنها بزرگتر از کوزه شکانیدن می باشد و از آن گذشته چون آن دو نفر در معبد تفریح خواهند کرد و یکی از آنها الهه جنگ است به خودی خود زن و شوهر می شوند. پایان فصل 51. دنیای کتاب صوتی.